جاده خامه و ویران ناحیه هشتم منطقه یفتل بالا در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد است. هر بیماری که به شفاخانه محلی یفتل بدخشان انتقال می‌یابند، باید این مسیر پرخم و پیچ و سخت گذر را با موتر بپیماید. این موتر هم حامل یک بیمار از ولسوالی یفتل بالا به شفاخانه مرکزی این محل است، جایی که تا رسیدن به آنجا باید چندین کیلومتر مسیر خامه و دشوار گذر را پیمود. با گذشتن از این مسیر بیم در دل هر ره گذری موج میزند که مبادا در این خم و پیچ ها گیر بمانند. در ناحیه هشتم یفتل بالای بدخشان تنها یک مرکز درمانی دیده می شود، مرکزی که از امکانات چندانی هم برخوردار نیست. کمبود مرکز صحی در اینجا از مسائل حیاتی برای باشندگان این ولسوالی شمرده می شود. جعفر از باشندگان ناحیه هشتم یفتل بالای شهر فیض‌آباد بدخشان است. او خانم بیمارش را به این شفاخانه محلی که یگانه شفاخانه در این محل است آورده، اما پزشکان به او گفتند که امکانات درمان او در اینجا به دسترس نیست و جعفر مجبور است تا خانم بیمارش را به شفاخانه مرکزی فیض‌آباد ببرد. خانم مریض بود، یعنی دنبال بگیم اما حامله بودن، با نسبت امون مشکلاتی خون ریزش کردن. ما مراجعه کردیم به کلینک، دیگر در کلینک امکانات نبود. بالاخره رای پرخم و پیچ و بسیار رای دور و دراز، پس ایره ما پای پیاده بردیم، مشکلات فامیلم زیاد شد. باز ایره به فیض‌آباد انتقال دادم، یعنی فعلا در شفاخانه فیض‌آباد که مشکلی خون داره، پس زنگم زدن که بخیز و بیا. دیگه ما از همون مقامات بالا خواهشمند هستیم که اینمی به همون صحت هامه که به مشکلات مردم اینمی مردم رسیدگی بکنه. راه ما بسیار درست است، دیگه وضعیت سرک هم بسیار خراب است. تا اینجا که به کلینیک میرسیم تقریبا 6 ساعت الی 7 ساعت در بر میگیره. دیگه اینجا که میایم در کلینیک خیلی مشکل زیاد است، دوا کم است، انتظار خانه نداریم. در هفته و سیم تا یک مشکل ما حل شد که مریضی ما جرجا در چند میشه در هفته مشکلی هم تیفلی ما. در این وقت که تابستان است خوبتر، در وقت زمستان یا روز میان شب در یک کلینیک یا جای خیش قمشون میستن، باز با صبح نوبت میگیرن. دیگه مشکلات بسیار زیاد داره مردم از نگاه سرک به ایجا برسه. کمبود مرکز درمانی در یفتل بدخشان یکی از ده ها نمونه از چالش های شهروندان به ویژه کسانی که در بخش های دوردست زندگی می کنند به شمار می رود. کلینیک ما خوب بخاطر معلوم است که خرد است، اگرچه تعمیراش هم سابقه است و استاندارد نیست، اتاقای ما خرد است. دیگه در اینجا اگر خدمات بیچی پلاس سیچی شو و یا سیچی پلاس که به این مشکلات مردم ها زیادتر رسیدگی شو و بسیار خوب میشه، چون مردم های فقیر و بسیار غریب هستند. دیگه حتی یک تعداد کسایی میگه که حتی میگه ما همین موتر بخشتان مهیاست، ما مریضتان به فیض‌آباد انتقال میتیم. میگه حتی هم پیسه دوا یا پیسه نانی که ما در فیض‌آباد مصرف میکنیم اما نداریم. همانند یفتل بدخشان، بخش های زیادی در دوردست های افغانستان وجود دارد که باشندگان آن دسترسی کامل به مرکز های صحی ندارند. در بخش های شرقی همانند ولسوالی لجمنگل پکتیا نیز مشکلات مردم در بخش های بهداشت همسان است. ولسوالی لجمنگل پکتیا هم نمونه ای از بخش‌های دیگر کشور است که از امکانات اندک بهداشتی برخوردار است. جمعیت این بخش کشور به 50,000 نفر می رسد، اما تنها دو مرکز بهداشتی در اینجا فعال است که برای حل مشکلات مردمان این ولسوالی بسنده نیست. کلینیک می گلرو مونگ چلوار و تو کلاری پوشوینو را که دکتران تا مونگ زرات لرو دوت زرات لرو. دغه رقم ته مونږه چې ډېره جل مریضې د کلینیک علاج نه کوي، په لیاره کې چې روونکو هغه لیاره خرو په یو دوه درې هغه مړه شوي دی، زنناوې مړه شوې، نو په لیاره کې مې تر مړه شوي دي، ادب ته نه شرناو ته رسي نه ګردیس ته رسي، چې ګردیس ته چې رسي شا مړه شي. نو مونږه سړک ته ضرورت لرو، کلینیک ته یو درې څلور وتو کړه نور ضرورت لرو. سا کول کې تقریبا درې پیښې وشوې، لیاره کې ماشوم ضیا کې مشکل وي، ډاکټرې واجي یا د ډاکټرانو واجي یا د لیاره دومره خرابه ده اصلا کې زیات ضرورت خو سرک ته باید سرک ډیر په جلتی سه ونځي، سرک ته ډیر ضرورت لرو. الله جي ولسوالۍ کې سرک ډیره لویه ستونزه لرو، حتی په د پسرلي موسم کې د واسې موسم کې د تویو له امله موږ نه شو کولای چې په وخت باندې مریضان
مونږ په سپتال ته ورسو یا شرناو ته ورسو. افزون بر کمبود مرکزهای درمانی و راه دشوارگذر در بخشهای دوردست کشور، کمبود ساز و برگهای بهداشتی از مسائل دیگر است که پزشکان با آن روبرواند. پزشکان میگویند که اگر کارمندان کافی و ساز و برگهای پزشکی را در اختیار داشته باشند، می توانند بیشتر مشکلات مردمان دوردست را حل بسازند. مگه دسر راتو دی اول سر که ضرورت چی دی مگه امبولانس تا ضرورت لرو. ځکه دغه لاره چې دی تقریبا ساحه ډېره لرې دی، د نورو روغتیایي مراکز نه لرې دی، او موږ صحي مرکز چې دی دغه داسې دغه ټول خدمات نه لري، نو امبولانس ته زیات ضرورت لرو. منم چې زموږ کلینیک په هغه د وزارت په کومه لایحه کې چې دی امبولانس نه لري، خو لیکن موږ ساحه د نورو ساحو سره فرق لري. زه دا وایم چې که چېرته د وزارت د لایحې مطابق نه وي، بدون د لایحې نه دې موږ ته یو امبولانس راکړي. در ولسوالی خاص اروزگان نیز مشکلات بهداشتی مردم فراوان است. در حالی که در این ولسوالی یک مرکز بهداشتی فعال است، اما جمعیت این منطقه به 120 هزار تن می رسد. ټول روزګان کې به انشاءالله د ډاکټر نه وي، چې د مریض علاج یې څه وي دلته کار سره. اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځانه استعداد لري، درازه یې بیا ور زما خپه وس نه ده پر زما دا وس دی چې یو اووته ولس زره موټر ته ورکړم. د وچ مجبوري چې د مریض په خاطر چې په تکلیف دی چې علاج اوس اوس کنې بالا دي پروت دي، ټوله ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاکه په کښې کي، ډاکټران چې په کښې کي دواوې نشته په کښې کي، ټول خلک دا ودلته یو هلک یې راسي د کمخونۍ د لاسه په مړ کېدی. د موټر کرایه موږ ورته ورکړله، موټر مو ورته ونیو، هغه هلک مو واستوی موږ دوکاندارانو. دا د روغتیایي کلینیک. بر بنیاد آمارهای رسمی که با تلونیوز شریک ساخته شده، در 16 ولایت کشور از جمله کاپیسا، پروان، فاریاب، بادغیس، کندوز، فرا، کنر، بدخشان، تخار، نورستان، پکتیا، بغلان، لغمان، غزنی و پنجشیر تنها 367 پزشک متخصص در این ولایت ها سرگرم کار هستند. این شمار پزشکان نمی تواند چالش های باشندگان این بخش ها را حل کند. مسئولان در این ولایت ها می گویند که با در نظر داشته شفاخانه های موجود، به 71 متخصص مرد و 36 متخصص زن در 9 ولایت کشور نیاز است، که از آن جمله 30 متخصص مرد و زن در کاپیسا، 15 متخصص در پروان، 7 متخصص در فاریاب، 3 متخصص در کندوز، 6 متخصص در تخار، 7 متخصص در نورستان، 2 متخصص در پکتیا، 35 متخصص در غزنی و 2 متخصص در پنجشیر نیاز دارند. حوزه روغتون شفاخانه ارتقا کرده ل 250 بستر و 320 تا، نو د لپاره حتما متخصصین ډاکټر صاحبان او پرسنل پکار دي. نو دا لړۍ به انشاءالله د شفاف آزاد رقابت لر نه بسونه اعلان تزي. نبود امکانات بهداشتی در بخش های دوردست سبب شده تا برخی از شهروندان کشور بیمارانشان را برای درمان به پایتخت بیاورند. بیشتر بیمارانی که از ولایت ها به کابل آورده می شوند کودکانند. مریض داشتم، مشکل قلبی هم داشت از جگرم. رفتم در شفاخانه ولایتی، اونجا گفت امکان تبابتیش نیست، آزاد دادن در سطح طفل کابل. با اینجا آمدم احسان پروردگار دیگه مشکلاتش حل شده. همانند نرگس 10 ساله، او در ناحیه گردنش دانه ای دارد که درمان او در ولایت بغلان ناممکن بوده و از همین رو به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی به کابل آورده شده است. پدر نرگس میگوید که پس از بی‌نتیجه ماندن تداوی دخترش در شفاخانه ولایتی بغلان، ناگزیر شده است تا 10 کیلومتر دورتر از ولایت خود به پایتخت کشور بیاید تا کودکش صحت یاب شود. اوجا که در بغلان و نموجا بسیار تداوی کرد و میش نتیجه ندار، با دکترها جواب داد گفت ببر در کابل بازا وردون در نمی شفاخانه وزیر اکبرخان و از ایجا علاج شد. چی تکلیف دارد؟ تکلیفش اینمی بود که نمی جا یک دانه دانه واری خیسته بود دیگه، دو خدا معلوم بود تایسه را که کد ایده یک نقصه برامد که میگه کنسر است، دیگه برامد که میگه چی است. باز گفت ایره ما عملیات میکنم، باز بنامو دانه را ببرد عملیات خانه عملیات کو که چی میبرد تایسیش. همزمان با این، پزشکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی نیز آمار می دهند که در جریان یک ماه تا 35 هزار کودک برای درمان به این شفاخانه آورده می شوند و بیشتر آنان مراجعه کنندگان از ولایت های کشور هستند. زیاد شمیر مریضان سمودی اغلب ولایت سخده
په خاطر دې سالته موږ پرسونل کم لرو او امکانات په هغه سوي چې دلته په مرکز کې موجود دي هلته نسته. نو دې اوس الحمدلله چې امنیت ته ترانسپورتي مشکلات نسته، نو په دې خاطر باندې زیات له ولایتو څخه موږ روغتون ته مراجعه کوي او دلته تداوی صورت نیست. مریضایی که از اطراف میاد زیاد است، اینجا پیش ما میای امراض بسیار خراب، مثلا امراض خونی است، امراض قلبی است، امراضی که قلبی استن که بدبختانه در 20 سال جنگ موادی که در افغانستان استفاده شده، مواد کیمیایی که استفاده شده، واقعات امراض خونی یا مثلا سرطان خونی بگوییم یا قلبی بگوییم یا امراض دیگر گوناگون که پیش ما میای واقعات فوق العاده زیاد است از اطراف میای پیش ما. در سالهای گذشته نهادهای خارجی از بهر پشتیبانی از بخش‌های صحت در افغانستان نیز نقش کلیدی داشتند، اما برخی از این نهادها اکنون می‌گویند که به علت نبود بودجه خدماتشان را متوقف کرده اند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در سراسر کشور بیش از 4260 شفاخانه و مرکزهای درمانی فعالند. به گفته سرپرست وزارت صحت عامه امارت اسلامی، از میان نزدیک به 400 ولسوالی در سراسر کشور، تنها در 90 ولسوالی آن مرکزهای درمان فعالند و در بیش از 300 ولسوالی دیگر خدمات معیاری بهداشتی فراهم نیست. موږ په افغانستان کې نږدې 400 ولسوالی لرو، خو ډېر د افسوس خبره ده چې په تیرو وختونو کې صرف او صرف فقط په نوي ولسوالی کې د ولسوالی د سطح یا ډیسټریکټ لیول هاسپټل جوړیږي. نور تاسو خپله دې ته سوچ کولای شئ چې دغه د هیلت سرویسز په ولایاتو کې یا په اطرافو کې بیا بالخصوص په ډیسټریکټ لیول باندې به څومره زیات متاثر چې د تا نږدې 300 ولسوالۍ هلته خپل د ولسوالۍ د سطح شفخانه او کلینیک ونه لري، نو دا د 300 ولسوالیو خلک د خدماتو د اخیستلو دپاره به چیرې ځي؟ هرچند وزارت صحت از آمار رسمی پزشکان متخصص چیزی نمیگوید، اما میافزاید که وزارت صحت عامه 30,000 تشکیل رسمی دارد و از آغاز سال 1401 تا اکنون حدود 7,000 تن را تازه استخدام کرده اند. په د تیرو دوو کالو کې لیل الهم په دغه اندازه باندې کار شوی ده چې تقریبا 11,000 تنه نوی تشکیل موږ ته راکول شوی چې په دې کې 2,000 استخدام شوی او سه کال به د 5,000 په شاوخوا کې نوی استخدام ترسره کیږي. این در حالی است که برخی از دکتران و متخصصان پس از تحول سیاسی افغانستان را ترک کردند و وزارت صحت عامه در آغاز سال جاری از دکتران افغان مقیم خارج به ویژه متخصصان خواست تا به کشور بازگردند. به تازگی سازمان جهانی بهداشت وضعیت صحی را در افغانستان وخیم توصیف کرده و این سازمان هشدار داده است که 8 میلیون تن در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از خدمات صحی محروم خواهند شد.